وید اندازه گیری صدا چی است؟ وید از اندازه گیری صدا و ساز دی بی. دی بیست. با دی بی اندازه میشه. زمانی که ما و شما یک صدا را به حالت عادی بشنویم، هر دی بی که داشته باشه این مثبت 4 دی بی بلند میکنه. دی بی دی بی دی بی دی خرد بی کلان دی خرد بی کلان خب لوکات فهمید این وظیفه شه صدا رو تقویه میکنه از هر منبعی که باشه دیگه میگیم شش تکمه دیگه داره به نام ترم ترم وظیفه چی است؟ وظیفه ترم ای است که صدا رو میتونیم ما و شما کم و زیاد بسازیم یعنی تن و مربوط مایکا میشه اگر ما و شما یک صدا رو ریکارد میکنیم اینمی میتونه صدا رو برای ما و شما از 15 دی بی تا 45 دی بی کم و زیاد کنه یعنی از نقطه صفر 15 دی بی تا قسمت بالا 45 دی بی و دیگه بر اساسیت میکروفون هم هست یعنی من قبلا هم براتان گفتم که شما در موسم های مختلف میاین مثلا در گرمی بیش از حد اگر بیاین واسه کمان وسایل تان گرم میباشه اگر در سردی بین صبحی وقت زمستان کل جای یخزدگی است کاملا این وسایل کلش یخ است وقتی که میکسر روشن کردین مایک روشن کردین برای مایک درست برق نمیرسه پرزجات سرد است اما برق درست جریان خود تکمیل نمیکنه در اون حالتا شما صدا رو ریکارد میکنه صدا بسیار پخش میباشه خوب است پیش از اینکه ریکارد کنین یا برنامه رو نشر کنین یک باری رو بیارین در قسمت صفر پس در قسمت آخر بچرخونین چند بار می کار کنین اونموس که برق زیره خوب زیاد میرسانه برام بعد از اون بسیار برات نرمال در غیر از اون در قسمت وسط بانین باش ترم بر اساسیت میکروفون ها و برای پخش کردن و بلند کردن صدا در میکروفون هست اینی لاین های اگزلری یا لاین های کمکی است که در این بخش ما و شما اینمی قطار استفاده نمی کنیم سعی کنین خط گرفتگی است متوجه است این تا آخر این یک تکمه کام هم رایش است اینی ها اگزلری است اینی شش خانه و شش خانه هم در این قسمت پشت سر است اینی رو در بخش رادیو استفاده نمیشه سه قطار دیگه به نام EQ سه در بخش باز چی استفاده میشه؟ یا در بخش موسیقی اگه خواسته باشن مثلا گروه های موسیقی جپا هست که مسائل موسیقی را اگه شما دیده باشین گیتار داره و کیبورد داره و هر کدامش لاین جپا داره باز در این بخش هایش استفاده میشه که ما شما در این بخش ها در رادیو استفاده نمیکنیم دیگه سه قطار دیگه ببینین به رنگ آبی گوتک های است EQ یا EQ-لیزر وظیفه از یا صدا را برای ما شما بم و زیر میسازه هر کدام از این باز جدا جدا کار میکنه مثلا اگر ما و شما بیاییم از سی دی صدا بشنویم تفاوت صدا به اینا رو به شما بگیم صدا رو زیر رو بم اینجا برای ما و شما نشان میده واحد اندازه‌گیری برق چی است؟ امپیر ولت است ولت است اینجا ما و شما هرتز چی است که برای ما میگه؟ چی است؟ هرتز واحد اندازه‌گیری فریکانس است فریکانس است بله اینجا سعی کنیم هرتز برای ما و شما های 12 کیلو هرتز است بعد از او باز 2.5 کیلو هرتز است 2.5 کیلو هرتز و دیگهش 80 هرتز است 80 هرتز ببینین 2.5 کیلو هرتز ببینین و 12 کیلو هرتز ببینین های مید لو های مید لو متوجه هستین؟ ای با هر کدامش به نظر به مو اندازه‌ای که ما و شما چقدر میتونیم فریکانسی ها را کم و زیاد کنیم
وقتی که فریکانسی در صدا کم زیاد میشه اون موس که صدا بم زیر میشه. صدای مردا میگن صدای بم است. صدای زنا میگه صدای زیر است. بله نازک است. اینال انمی صدا را اگه ما خواسته باشیم یگان دفعه که تغییرات برش بیاریم باید در فریکانسی ها تغییرات بیاریم. تغییر بیاریم. ایکیو یا ایکیولایزر تکمایش وظیفه شنمی است که صدا را زیر و بم شما ضرورت دارین. 80 هرتز بیشتر از او یا بیشتر از او. بکنین یه 80 هرتز خالی است. باز 1000 هرتز شما میشه 1 کیلو هرتز. 1000 هرتز 1 کیلو هرتز میشه. 1 کیلو هرتز میشه. ای 80 هرتز است. ای به حساب 2500 هرتز است. و ای 12000 هرتز است. کیلو هرتز که چطوره؟ ما 1000 هرتز برشون 1 کیلو میشه. بله. 1 کیلو هرتز میشه. یعنی 12000 12 کیلو هرتز میشه. بله. 12000 کیلو هرتز. نظر به ضرورت است و چی وقتای از یا استفاده میکنین و بعدن باز براتون خواهد گفت. تکمای پن داریم ما و شما دادانه. با این ایکولایزر. تکمای پن داریم. پن وظیفه چی است؟ وقتی که در نشرات یک کار میشه اون مشکل تخلیقی باید میشه. هیچ که در نشرات حق نداره با میشه ای به خاطر چی هست؟ به خاطر ازی هست که صدا را برای موش ما لفت و رایت میشه لفت و رایت یا اردویش میسازه دبل سعی کنین در وسط که باشه در اردویش اردویش هست خواست نباشین صدا را ازی کم کرده بریم به اون زیاد کرده بریم طرف را بریم حال مکمل به اون از یه ایت کنم خواست نباشین ازی ببریم به اون حال به اون از یه ایت توجه شدید با تکمای پن که هست وظیفه شان اینمیست که صدا را لفت و رایت لفت و رایت میسازن حالا باز ما و شما اطور نیست که در حالت عادی مثلا اینمی آهنگ ما میخواییم که نشرات بتیم باز بیاییم مرزی با مزیر بسازیم مرزی باز بیاییم پن یا گفا را دست بزنیم یا بیاییم این تخصیح این گفا نیاز نیست ای که در کدام حالت ها از این ما استفاده میکنیم و بعدا باز در تنمر هم کار میکنیم بله تا اینجا کم ذره چرت بزنین چیز فهمیدین یا نفهمیدین پن ایکولایزر گوتکای ترم تره. و لوکارت تکمای لوکارت اساس پن صدا را اساس بخش بلند میکنه و ایکولایزر که از صدا را زیر و بم میسازه و گوتکا که اساس باز صدا را چی میکنه استاد؟ یو پخش بلند نمیکنه پن دیگه نه استاد زیرو بم میسازه لفت و رایت یعنی با لاود سپیکر لفت و رایت چی میکنه دقیق و چی که هست گوتکا که هست استاد باز زیرو بم میسازه یعنی میسه یک کار امیده شد یا تکرار شد خب یک لحظه بخش ترم گفتین یک حساسیت مایکروفون را از بین میبرم یک تقویم میکنه صدا رو بزایم تقویر که دستان میکنه یا به او فرق میکنه دسته میکنه من تا در کدام حالت ها ما و شما هنوز در دسته نرسیدیم در دسته که رسیدیم باز من میگم او فرق این فرق این رو میگم صحیح؟ پیش بریم مشکل ندارم پیش بریم خب اینی قسمت هایی را که من برای شما گفتم اینه به خاطر که آموزش تکنیکی رادیوست اینی که پاره برای شما گفتم اگر نی بمی فعلا در بسیاری رادیو ها برین اما تخنیکر ها مینی بخش های زیر نمیتونن استفاده کنن نه اجازه دارن بسیاری هایش دست بزنن به خاطر که تنظیمات و هم میزنن او خاطر برای تمام کارمندای رادیو از اینی به پایین اجازه است که اینی گپاش دست بزنن این قسمت هایی که ما و شما خوانده یک معلومات اضافی بود کل کار رادیو از اینجا شروع میشه نشرات از اینجا میشه ضبط از اینجا میشه شنیدن از اینجا پایین میشه اینا لذی به پایین ما و شما شروع میکنه